نجات اسماعیل بخشی روز جمعه 3 آذر برابر با 21 دسامبر را روز جهانی دفاع از این دستگیر شدگان اعلام می‌کنیم. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و عسل محمدی به دلیل شرکت در اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد یا نوشتن و دفاع کردن از این اعتراضات اخیراً دستگیر و زندانی شدند. ما کمپینی را اعلام کردیم برای آزادی این دستگیر شدگان، این گروگان‌های طبقه کارگر، و در ایران و در سراسر جهان مردم دارن اعتراض می‌کنند و خواهان آزادی فوری این دستگیر شده ها هستند. از نظر ما این کمپینی هست در این حال برای نشان دادن اینکه جمهوری اسلامی هر اعتراض کارگری، هر اعتراض علیه فقر و نداری رو به یک موضوع امنیتی تبدیل میکنه، افراد رو دستگیر میکنه، به سلول انفرادی میبره، شکنجه میکنه و امکان ارتباط این افراد با خانواده هاشون رو ازشون میگیره، امکان داشتن وکیل، و اینا زندانیان سیاسی هستند که اخیراً خوشبختانه توجه زیادی رو در ایران و در دنیا به طرف خودشون جلب کردند. بنابراین این کمپین در این حال کمپینی هست که میخواد توجه دنیا، توجه سازمانهای بین المللی، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدافع حقوق کارگران رو به این جلب بکنه که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هر کارگری که سخنرانی میکنه، هر کارگری که از حق خودش دفاع میکنه، هر کارگری که میتینگ سازمان میده رو به عنوان یک موضوع امنیتی تلقی میکنن و به عنوان مفسد فی الارض و یا کسی که علیه رهبری بوده دستگیر میکنن و براش پرونده‌های سنگین درست میکنن. طبعاً به خاطر اعتراضات و اعتصاب و دفاع مردم از این دستگیر شده ها هست که جمهوری اسلامی نتونسته پرونده های سنگین تری رو بر علیه اونا اعمال بکنه. ولی خواست ما آزادی فوری تمام این دستگیر شدگان هست. الان در سراسر دنیا اتحادیه های کارگری زیادی به این موضوع اعتراض کردن و یکی از به اصطلاح اتفاقات مهم به نظر من این هست که 80 اتحادیه کارگری در سراسر جهان متحدانه اعتراض کردند و همینطور در ایران مردم زیادی تظاهرات هایی که دانشجوها در طی روزهای گذشته داشتند همواره عکس اسماعیل بخشی و دستگیر شدگان رو در دست داشتند و علیه این رفتار سرکوبگرانه جمهوری اسلامی شعار دادند. یکی از اتفاقات درخشان در طول 2-3 روز گذشته اعتراضات وسیع و گسترده کارگران فولاد بود و اینکه بر سردر این اعتراضات و شعارهایی که مطرح می‌کنند خواست آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی بر سردر این اعتراضات می‌درخشه. فراخوان کارگران فولاد به جمهوری اسلامی این بود که هر چه زودتر این دستگیر شده‌ها رو باید آزاد بکنه. کارگرای فولاد فریاد زدند که ما اخلالگر نیستیم، کارگریم، حقمون رو می‌خوایم، ما علیه مافیا هستیم. و در این حال فریاد زدن اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی باید فوراً آزاد بشن. ما کمپین نجات اسماعیل بخشی از همه شما مردم در ایران و در دنیا می خواهیم که این حرکت‌ها، این اعتراضات، این همبستگی‌ها را گسترش بدید. روز گذشته 51 وکیل از ایران مجدداً نامه نوشتن به جمهوری اسلامی از اعتراضات همه کارگران دفاع کردند، بر علیه دستگیری همه کارگران بیانیه دادند و گفتند ما وکالت این کارگران را به عهده میگیریم. روز جمعه 3 آذر از همه شما دعوت میکنیم که در ایران و در دنیا اعتراض کنید، تظاهرات سازمان بدید و این روز رو به روز همبستگی بین المللی بر علیه سرکوبگری جمهوری اسلامی و روز همبستگی بین المللی با کارگران هفت تپه و فولاد و با دستگیر شدگان تبدیل کنید. ما از همه شما می‌خواهیم، از دانشجوها، از کارگرها، از فعالین مدافع حقوق انسانی در ایران، از مخالفین اعدام، از مدافعین حفظ محیط زیست، از همه کسانی که دستی در آتش مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی دارید، از همه شما فعالین مدنی دعوت می‌کنیم که در این روز به هر طریق ممکن به خیابون رفته و با انجام اقدامات ابتکاری از این حرکت اعتراضی دفاع کنید. ما در این حال در سراسر جهان خواهیم کوشید با سازمان دادن نشست ها، میتینگ ها و اعتراضات
این روز رو به روز اعتراض بر علیه حکومت اسلامی، به روز اعتراض بر علیه پرونده سازی حکومت اسلامی علیه کارگران و به روزی که نورافکنی خواهد بود که مردم در دنیا ببینند در سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی این حکومت با فعالین مدافع حقوق انسانی و با فعالین مدافع حقوق کارگران چه رفتاری میکنه. ما روز 3 آذر، روز 21 دسامبر به خیابون خواهیم رفت و با صدای بلند فریاد خواهیم زد که همه زندانیان سیاسی باید آزاد بشن و اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و عسل محمدی باید فوراً از زندانهای جمهوری اسلامی آزاد بشن. زنده باد جنبش اعتراضی مردم علیه حکومت اسلامی، زنده باد جنبش رسای کارگران در هفت تپه و فولاد.